بنیانگذار چین کمونیست ما او بود اما اونی که چین قدرتمند امروز بیشتر از همه مدیون سیاست هاشه اون کسیه که جانشین ما او شد دنگ شیاوپینگ سیاستمدار چینی که از انقلابی های اولیه چین بود کمونیست سرسختی بود معتقد بود و البته دوبار ما او اعتمادش رو بهش از دست داد و از سیستم انداختش بیرون پاکسازیش کرد ولی نهایتا وقتی ما او مرد این آدم بود که از تبعید عملا آمده بود که تونست تندروها رو بزنه کنار بشینه پشت فرمون چین و بندازه چین رو در مسیری جدید که دیگه نه کمونیست کمونیست نه بازار آزاد کامله سیستمی که در نتیجهش چین رسیده جایی که امروز هست <applause> تا اینجا قصه رو من از قبل میدونستم چیزی که فکر میکردم این بود که دنگ سیاست مداری بوده روشن زمیر احتمالا خیرخواه مردمی که در میان سالی مثلا به قدرت رسیده و آمده که سیستم رو اصلاح کنه یه جاهایی حالا تونسته یه جاهایی رو خورده به دیوار سخت مثلا تندروها نتونسته پیشتر بره ولی به هر حال خیلی چین رو جلو برده تو این ویدیو میبینیم که چقدر این تصویر اولی من غلط بوده چقدر حالا ناقص بوده هیچی چقدر غلط بوده و چقدر واقعیت از اونی که فکر میکنم هم پیچیده تره و هم جالبتر و درس آموزتر طبق معمول داستان داستان تغییر چین هم هست داستانی که چین عوض شده 45 سال پیش درآمد سرانه سالیانه در چین کمتر از 100 دلار بوده در 2021 شده 12500 دلار در این 40 چند سال میلیون ها نفر در چین از فقر در اومدن چند صد میلیون نفر از روستا آمدن به شهر چین زیر رو شده چینی که جی دی پی پر کپیتاش در مقایسه با ژاپن اینطوری داشته میرفته جلو اینطوری شده معمار این تغییر به یه تعبیری پدر بنیانگذار چین امروز این آقای دنگ شیا و پینگ بوده آدمی که 14 سال آخر قرن بیستم تقریبا تا آخر دهه شست ما نفر اول نفر اصلی چین بود و این کشور بزرگ و پرجمعیت و باستانی رو انداخت تو این مسیری که امروز هم همچنان داره ادامه میده چین قرن بیسته که ما میبینیم کشور قویه حالا اینکه قدرت اول دنیا میشه هست میخواد بشه اینا سوالایی که جواب براش مختلفه ولی سر اینکه این چین با چین قرن بیستم خیلی فرق داره اختلاف زیادی وجود نداره جمهوری خلق چینی که ما او در ما او در میانه قرن بیستم بنیانش رو در چین گذاشت از نظر سیاسی قدرتی پیدا کرد در دنیای جنگ سردی اون روز ولی کشور فقیری بود وقتی ما او مرد در سال 76 سه سال تقریبا قبل از انقلاب ایران چین جمعیت فقیر خیلی بزرگی داشت و اقتصاد توسعه نیافته ای و در تغییر چین از اون کشور به این کشوری که نقش دنگ و پنگ برجست است سیاست مداری که نه اون کاریزمای ما رو داره نه اون شهرت ما رو داره ولی نقش اول توسعه چین رو خیلیا میدن به ایشون آدمی که به ما اون نزدیک بود ولی بعد دیگه دور شد از سیستم حذف شد مثل مثل خیلی های دیگه ما و حذفش کرد نه یه بار دو بار پرت شد پاکسازی شد منتها برخلاف میلیون ها قربانی دیگر سیاست های ما او حذفش موقتی بود و تونست برگرده خوششانس بود هم خودش خوششانس بود هم واقعا ده ها میلیون نفر در مرد در... در چین خوششانس بودن زندگی نامه نویسش میگه که پدر بنیانگذار چین مدرن پیشروی امروز ایشونه آ... آمریکا چطوری میبینی آمریکای امروز میگه مثلا همیلتون و واشنگتن و جفرسون و اینا بودن که پدران بنیانگذارش بودن میگه چین امروز رو هم که میبینیم تو اون مسیری که دنگ قرارش داد خیلی برای من موضوع جالبی و واقعا امیدوارم بعد از یه ساعت دیدن این ویدیو شما به یه جایی برسین که بگین که من قبلش این چیزها رو یه طور دیگه فکر میکردم الان یه اطلاعات جدیدی پیدا کردم که ممکن رو فکرم اثر بذاره واقعا فکر میکنم این ویدیو اونم هم یک همچین ویدیویی شده و نه فقط در چین از سیاست مدارهای مهم به نظرم از مهمترین رهبران قرن بیستم دنیاست اگه به این نگاه کنیم که زندگی چه آدمای زیادی رو چقدر زیاد عوض کرده کارهاش و چقدر نقش داشته در شکلگیری قرن بعدی فکر میکنم که این این ویدیو خیلی کمک کنه تصویرمون از،, از هم این آدم هم این کشور یه مقدار دقیقتر تر و کامل تر بشیم اول ولی کجا به دنیا آمد دنگ شیاوپنگ در چه جور خانواده ای به دنیا آمد و در چه زمانی همش جالبه همش نقش داره توی آینده ای که پیدا میکنه متولد اوایل قرن بیستمه همون سالی به دنیا میاد که پادشاهی چین بعد از هزار سال از بین داره میره در منطقه شینچوان به دنیا میاد که منطقه جالبیه در جنوب غربی چین یه جایی که خود از شهرهای بزرگ اصلی دوره از ساحل شرقی دوره در نتیجه گاهی در طول تاریخ مردمش یه فرصتهایی دارن که واسه خودشون باشن سیستمشون یه خورده مستقل تر باشه اونجا به دنیا میاد در یه خانواده نسبتا مرفه در چین اول اول قرن بیستم داره از قرن تحقیر خارج میشه ولی اوضاع خرابه چین چشمها خمار از تراخم چهره ها تکیده از تریاک و در یه همچین چینی خانواده همین که داغون نباشن همین که خیلی فقیر نباشن یعنی وضعشون خوبه و انقدر وضعشون خوبه که دنگ نه حالا این شانسو داره که از نسل اولی باشه که در چین مدرسه, مدرسه مدرن برن بلکه در 15 سالگی میره فرانسه میره فرانسه که درس بخونه در 1920 جنگ جهانی اول تازه اروپا تموم شده چین هم انقلاب شده دودمان چین بر افتاده خبری هم هنوز از کمونیستا در چین نیست و البته در شوروی انقلاب کمونیستی شده سه سال پیش توی همچین دنیایی دنگ نوجوان پا میشه میره فرانسه قبلش در همون جوانی حرکت های دانش آموزی اجتماعی سیاسی هم کرده یه خورد فاز ملیگرایانه گرفته و میدونیم تجربه های سیاسی دوره نوجوانی و جوانی شکل میدن یک سری از تفکرات و جهتگیری های آدم رو برای شاید همیشه شکل بدن دیگه تغییرش خیلی سخت باشه این حس ملی گرایی هم یه خورده با دنگ از همونجا انگار میمونه ولی میره فرانسه میره فرانسه یه سیستمی اون موقع انگار داشتن یه سری بیزنسمنهای چینی یه سری جوونا رو میفرستادن اروپا درس بخونن درس بخونن و کار کنن یعنی هزینه زندگیشون رو خودشون در اونجا ولی برن اونجا درس بخونن چیز یاد بگیرن برگردن با اون چیزی که یاد گرفتن مثلا کشور رو بسازن دنگ هم میره و این امتحان رو میده و قبول میشه و میره به یکی از مراکز تمدن غربی به همراه یه سری جوون دیگه که همه درس اومدن بخونن یعنی همشون از خانواده هایی که دستشون به دهنشون میرسه و خوبم تونستن درس بخونن خلاصه دارن میرن فرانسه در فرانسه ای که وضع چطوره وضع کار خراب اقتصاد راکت شغل نیست بر خود فرانسویا شغل نیست اینا کاری که بهشون میرسه یه سری کارهای کارگری در محیط های چرک و کار سخت و خلاصه طوری میشه که اینا دور و نگاه میکنن میبینن که این سوسیالیستا بعدم نمیگفتن بیرا هم نمیگفتن بورژواها دارن بهره کشی میکنن امپریالیستا دارن ملت فقیر رو استثمار می‌کنن کارگر واقعا حقشون داره خورده میشه این وسط خلاصه این سفر و اقامت اروپا اثری که روی اینها میذاره اینه که میبینن که خب دولت خودمون که پول نداره بورسیمون بکنه این فرانسه هم که اومدی هر چه قدم کار سخت و سنگین و اینها بکنیم نمیتونیم پول زندگی و درس خوندنمون رو در بیاریم و اینها کمونیست میشن میرن اصلا اونجا در فرانسه کمیته جوانان کمونیست رو در اروپا درست میکنن اینا چرا میگم چون فقط دنگ نیست آدمای مهمی دیگری هم توشون هستن مخصوصا یه نفری هست که بعدا در زندگی سیاسی دنگ زیاد دیده میشه آقای چون لای بعدا نخست وزیر چین میشه وزیر امور خارجه چین میشه ایشون هم اون موقع تو اون گروه هست در گروه جوانان کمونیست چینی که در فرانسه هست خلاصه این دیگه میشه همون موقعی که در چین هم داره حزب کمونیست درست میشه و داره پا میگیره اینا به اون هم میپیوندن اصلا پا میشه دین میره مسکو یک سال اونجا اصول مارکسیسم و تاکتیک های انقلابی رو دیگه از سرچشمه اساسی یاد میگیره و وقتی برمیگرده چین شده یک جوان پرشور کمونیست که آمده که همونطوری که به باباش قول داده بود چین رو بسازه و الان که ما نگاه میکنیم بعد 100 سال واقعیتش اینه که یه جورایی واقعا همین کار رو کرد دیگه واقعا چین رو ساخت اما خیلی اگه بخوایم درستتر صحبت بکنیم احتمالا باید بگیم که اول کمک کرد چین حسابی داغون بشه حتی شاید داغون تر از اون چیزی که اولش بود بعد شاید بشه گفت کمک کرد در انداختنش در مسیر ساخته شدن تا همین جای زندگیش که گفتیم ولی دقت کنیم چند تا اتفاق مهم افتاد یکیش این که رفت خارج رفت خارج و اروپا رو از نزدیک دید فرانسه رو دید زندگی کرد یه مقدار توش اینو دست کم نگیریم ما او دنیا رو ندیده بود ما او کتاب خیلی خونده بود ولی از نزدیک ندیده بود دنیا رو برای من این نکته نکته مهمیه که سیاستمدار برجسته چقدر تونسته خارج از کشور خودش رو ببینه دنیا رو ببینه مخصوصا سیاست مدار کشوری که انقدر دنیا براش مهمه درباره دنیا انقدر داره صحبت میکنه ما او خیلی نظر میداد درباره دنیا نظری های مختلف داشت ولی دیدش در بهترین حالت میتونیم بگیم که دید دست دوی بود دیگه حالا اگرم که درست بود دید دست دوی بود که خیلی وقتا میدونیم چقدر پرت بود خلاصه در 1927 برگشت چین در کنار ماو ما و بقیه کمونیستها کم کم شد یکی از مشاوران نزدیک ماو ما و نقش مهمی پیدا کرد هم در جنگ علیه ژاپنی ها هم در انقلاب چین مخصوصا از وقتی حزب کمونیست چین افتاد دست روستایی ها و ماوی ما که به انقلاب دهقان ها باور داشت تفکرات کمونیستیش مثل شوروی شهری نبود دنگ هم به این هسته اصلی رهبری نزدیکتر شد تو این حرکت های زیرزمینی بود نهایتا در اون رژه بزرگ هم همراه ماو بود جاش بالا بود بین رفقای حزبی این لانگ مارچ رو توی این ویدیو ازش قبلا گفتیم از اون حرکت های خیلی مهم بود اون کمونیستایی که این راهپیمایی چند هزار کیلومتری طاقت فرسا رو تا باوردن به آخر رسوندن اینا دیگه ته 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 هسته اصلی قصه بودن اینا اصل قدرت بودن واقعا چیز سختی رو دوام آورده بودن و, و اون سالها سالهای سخت بود. گفتیم داستان چین و چین. نیمه اول قرن بیستم چین خیلی ناآرام بود دیگه از 1937 هم ژاپن حمله کرده بود تا آخر جنگ جهانی دوم در جنگ بودند و در این دوازده سال جنگ دنگ شیاوپنگ یا در خط مقدم بود یا بین مقر رهبری حزب و اونجایی که ما بود و خط مقدم در رفت آمد و این جنگ علیه ژاپن دو تا اثر مهمم در آینده دن گذاشت پستش در جنگ البته کمیسری سیاسی بود ولی به میدان خیلی نزدیک بود با واقعیت ها خیلی درگیر بود بیشتر از اینکه با ایده ها درگیر باشه با واقعیت ها درگیر بود واقعا نه نه اینکه مثلا اجازه نداشت بیا درگیر تئوری ها و تئوری پردازی بشه یا دوست نداشت یا خوب نبود توش نمیدونم بود یا نبود یا داشت یا نداشت ولی امکانش نداشت یعنی اصلا وقتش نداشت این عملیات تموم نشده باید میرفت برای نبرد بعدی آماده میشد جایی و وقت برای نظریه پردازی نبود نظریه رو تو همون یه سالی که رفته بود مسکو یاد گرفته بود اینجا چیزی که یاد گرفت که میگیم نقشهایی بود که موند در آیندهش اثر گذار شد یکیش قدرت مدیریت بود توانایی رهبری بود هم در خودش پیدا کرد هم در خودش توسعه داد گسترش داد و هم به بقیه نشون داد بسیار از این نظر این دوره براش دوره مهمی شد چیز دیگری که رد پاش روی دنگ شیاوپنگ موند از این دوره این بود که چون در میدان بود چون برخلاف ماوی که دور از جبهه نشسته بود مشغول نظریه پردازی و کارهای تئوریک بود دنگ باید نیرو به خط می کرد باید مستقیما بر عملیات کارهای اجرایی کرد آدم اجرایی شد آدم اهل کار و عملی شد در هر مقامی که بود حالا هر هر پستی که بعدا داشت و در نتیجه شکل رهبریشون هم با ماو ما کاملا متفاوت بود ماوی ما نظریه پرداز یک نتیجه کارش شد جهش بزرگ که به اون فاجعه رسید دنگ عملگرا نتیجه کارش شد مدل جدید کمونیسم چینی که شد بستر توسعه چین و امروز هم کسی نمیگه چه نظریه های درخشانی داشت دنگ شیاوپنگ با چه ایده های بکری خلاقانه ای آمد و چین رو این رو اون رو کرد اینو نمیگن میگن مجری خوبی بود میگن کننده خیلی خوبی بود میگن بعضی از ایده هایی رو بعضی از سیاست هایی رو که تو بقیه دنیا اجرا شده بود جواب داده بود فهمیدن که به درد چین میخوره خیلی خوب تونستن بیارن در چین پیاده کنن تواناییش این بود و البته با همین توانایی که داشت دنبال خیلی از ایده های دیگری که جاهای دیگه دنیا پیاده شده و خیلی هم عالی جواب داده و خیلی هم هم ازش راضیان نرفت مثل آزادی بیان مثل دموکراسی اینا رو اصلا سراغشون هم نرفت ولی اونهایی رو که سراغشون رو رفت به خاطر روحیه اجراییش بعضا تونست خیلی خوب اجرا کنه این حالا اثراتیه که گفتیم اون دوره جنگ روش گذاشت جنگ که تموم شد جمهوری خلق چین که تأسیس شد دنگ آدم مهمی شد در حکومت معاون نخست وزیر بود کنارش با حفظ سمت کلی مسئولیت دیگه هم داشت توی طرحهای بزرگ ما او هم طبعا بود در انقلاب های ما او هم بود انقلاب های ما او بعضیاش نتیجه های خوب داشت بسیاریش نتیجه های فاجعه آمیز داشت در اونها هم شریکه وقتی که میگیم بود مقامش بالا بود به اندازه مسئولیتش در اونها شریکه و وقتی از مسئولیتش صحبت میکنیم یعنی بعضی وقتا داریم درباره جون انسان ها صحبت میکنیم چون داستان داستان چین ماوه ما توی طرح تقسیم عراضی یه جایی میگن کار به جایی رسید که ماو ما جلوی دنگ پنگ رو گرفت که بست کمتر بکش وقتی که میگیم که جزئی از قدرت بود در زمان ماو ما از اول زمان ماو او این اینا, اینا هم جزئی از روش اون حکومت بوده دیگه در طرحهای دیگه هم بود در جهش بزرگ که گفتیم که کار به چه قحطی بزرگی کشید با تلفات میلیونی اونجا هم بود و اتفاقا همون جهش بزرگ آخرش بر خودش هم هزینه درست کرد یعنی وقتی که سیاست ها شکست خورد گفتن که چرا شکست خورد ما ممکن نیست که اشتباه کرده باشه پس حتما عناصر خائن و نامطلوبی بودن نفوذیایی بودن خودباخته هایی بودن که متمایل بودن به سرمایهداری به امپریالیسم اینا آمدن کار رو خراب کردن در نتیجه رتبهش آمد پایین در نتیجه در جریان انقلاب فرهنگی به صورت کامل از حزب تصفیه شد پاکسازی شد و البته خودش هم توی این مدت یه مقداری تغییر کرد اولش سرسختانه باور داشت به این قصه ها و ترهای ما و ولی بعد انگار اون باورهای انقلابی سختش مثل خیلی چیزهای سخت دیگه حداقل یه کمی دود شده بود و به هوا رفته بود سال 1967 حتی گفتن که جاده صاف کن امپریالیسم بوده باید بفرستیمش بره کارخونه تراکتور سازی به کار اجباری و به بازآموزی و اینها تا این حد پرت شد بیرون از سیستم و در نتیجه تا همین جاش میبینیم آدمی بود که هم بالای سیاست رو دیده بود نزدیکی زیاد به قدرت رو دیده بود هم مثل خیلی های دیگه از نزدیکان به قدرت در رژیم های اینطوری اون روی سکه رو دیده بود البته اون روی سکه رو کامل ندید به هر حال زنده موند درسته که تبعید شد درسته که پسرش در تعقیب نیروهای امنیتی نیروهای پلیسی افتاد و فلج شد یا انداختنش و تا آخر عمر فلج شد ولی زنده موند زنده موند و چون زنده موند وقتی موقعیت مناسب شد و بخت هم یارش شد تونست به تدریج دوباره به مناسب بالای حزبی برگرده بختیاری بزرگش اونجایش بود که ماو ما کمی متفاوت از استالین عمل کرد یعنی ماو ما وقتی دید وضع واقعا خوب نیست جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی داره به فاجعه میرسه یه یه عقبگرد ریزی کرد در بعضی از سیاست ها عقب گرد کرد در بعضی از آدم ها هم نظرش رو عوض کرد یعنی آدم رو از که از میدون به در کرده بود بهشون میدون داد و یکی از آدم ها دنگ شیاوپنگ بود دنگ شیاوپنگی که هم ما او میشناختتش هم دیگه اون موقع نخست وزیر اون زمان میشناختش نخست وزیر کی بود همونی بود که از زمان پاریس از زمان جوانی کمیته جوانان حزب کمونیست در فرانسه با هم آشنا شده بودند حالا 50 سال بعد در 1974 دنگ شد معاون همین آقا شد معاون نخست وزیر و بعد از قضای روزگار معلوم شد این آقای چونلای سرطان داره و مسئولیت رو واگذار کرد به دنگ و دنگ شیاوپنگ برگشت به مرکز تصمیم های حزب کمونیست نزدیک تر شد البته ما اینجا هنوز زنده است صد درصد نیست ولی همچنان هست تا 1976 1976 که میمیره تازه اوج گرفتن دنگ شیاوپنگ شدت میگیره ما او یه مقدارم قبل مرگ نگرانی که مثل استالین بشه سرنوشتش استالین رو تا وقتی که بود میپرستیدن ولی وقتی مرد یهو ترسا که ریخ شروع کردن به محکوم کردنش ما اون میخواست اینطوری نشه انگار و واقعیتش این که اینطوری هم نشد یعنی الان که نگاه بکنی از سیاست های ما او فاصله گرفتن ولی نیومدن اونطوری دولت های بعدی چین حزب کمونیست چین اونطوری ما او رو بکوبن که استالین رو کوبیدن اونطوری ما او رو محکوم کنند که روسا استالین رو محکوم کردن انقلاب فرهنگی رو محکوم کردن گفتن که اشتباه بوده و انقلاب فرهنگی البته که فرزند فکری ما او بود همه میدونن ولی مستقیم سراغ خودش نرفتن چراش نمیدونم جالبه شاید به خاطر اینکه مثلا ما او فقط استالین نبود ما او استالین بود ولی لنین هم بود ولی تروتسکی هم بود شاید به خاطر این شاید هم به خاطر این که حواسشون بود که ما او در این که بتونه چین تغییر ریل بده ما اون نقش داشت یعنی در فراهم کردن امکان تغییر ریل ما یه, یه حرکت هایی کرده بود شاید شاید بعضی از این آدمایی که بعد از ما آمدن اینا دیدن که ما اعتماد نکرد به اون گنگ چهار نفره ای که کمونیست های تند بودن و وفادارتر بودن بهش و زنش هم تو اونها بود همسر ما هم توی اونها بود یه گنگ چهار نفره تند روتر و رادیکالتر رو میخواستن ارزش های واقعی تئوری های ما رو ادامه بدن و ارزش های واقعی کمونیستی رو بهش وفادار باشن و ما او دید که اینا سیستمشون پایدار نیست اینا در قدرت بمون نیستن برای همین یه جورایی رو کرد به آدم های میان روتر برای جانشینی خودش عملا میگن یه جورایی بگینگی منصوب کرد دنگ رو نه ولی یک نفر دیگری میان روی دیگری رو منصوب کرد به جای خودش منتها به روش خاص خودش که گردن نمیگرفت چیزی رو این میگفت مثلا دیگه تهش چیزی که میخواست بگه این بود که اگر شما مسئولیتشون میپذیری من حرفی ندارم بیشتر از این بزرگوار چیزی رو گردن نمیگرفت ولی ولی این کارو کرد میتونست این کارو نکنه میتونست نکنه و بذاره که تندروها بعدش بگیرن و واقعا چین شاید مسیر دیگری میرفت ولی نه نشد تندروها نگرفتن همین هم میترسیدن که دوباره اینا بخوام برن تو اون فاز جهش بزرگ و انقلاب فرهنگی و اینا و هم این که خود دنگ شیاوپنگ توانایی شخصی نشون داد تونست بره با میانه روها اطلاف کنه دو سال بعد از اینکه ما عمرت شد رهبر حزب حالا چون من بیشتر میخوام درباره اون چیزایش حرف بزنم که برای خودم جالب بوده خیلی سراغ بازیایی که چطوری اینا رو کنار زد و رهبر حزب شد و اینا نمیرم الان چیزی که بیشتر برام جالبه و دنبالش هستم داستان توسعه چینه و میخوام دنگ رو به عنوان پدر بنیانگذار چین توسعه گرا بهش نگاه بکنم نه به عنوان اینکه چطوری مانور سیاسی داد مثلا به اونجا رسید که اونم داستان جالبیه ولی حالا اینجا موضوع کنجکاوی ما نیست میخوام ببینم این آدمی که این همه آدم خبره میگن شروع کننده این قصه بوده در چین این کی بود وقتی به قدرت رسید و چی کار کرد اولین مسئله سنش اولین چیزی که بر من جالب بود دنگ شیاوپنگ وقتی میشه رهبر چین 73 سالشه سیاستمدار میان سالی نیست سیاستمدار مسنیه در 73 سالگی چین رو تحویل میگیره بعد از ماو ما که رهبر قدرتمندی بوده رهبر انقلاب کمونیستی بوده بنیانگذار رژیم جدید بوده آدمی بوده با توانایی های عظیم که وقتی در مسیر فکر اشتباه قرار می گرفتن قدرت تخریبگرشون مهیب بوده مثل سیاست های اقتصادیش مثل برنامه ریزی های مرکزی دولتیش و البته ما هم جای فهمیده بود که اون فرمون رو دیگه نمیشه رفت دیگه چند میلیون نفر آدم باید بمیرن که معلوم بشه شما اشتباهی داری میری ولی به این راحتی نبود شما با یه دستور انقلابی تونسته بود خراب کنه بریزه همه چی و به هم ولی با یه دستور انقلابی نمیشه اوزارو رو برگردوند نمیشه ساختن به اون راحتی نیست سیستم دنیا اینطوری کار نمیکنه پیچیده است یه شده دست میزنی معلوم نیست بقیه عوامل حالا رو هم دیگه چه تأثیری میذارن کل سیستم تکون خورده ولی اینو اینو با ب... قیمت به بس هزینه بسیار گذافی فهمیدن چینیا بدبخت کرد بعضی از این سیاست ها, چینی ها رو یا درستترش اینه که بگیم ناتوانی ما او در پذیرش اشتباه و تغییر سیاست بدبخت کرد چینی ها رو اشتباه رو همه میکنن ولی سیستمی که نتونه اشتباه رو به پذیره و سیاستش رو به موقع تغییر بده اونه که فاجعه به بار میاره چینیا داشتن خواب صنعتی شدن میدیدن یهو دیدن دارن گرسنگی از پا در میاد کشاورزی چین یه طوری صدمه دیده بود که دیگه سیر کردن جمعیت چین شده بود یک مسئله بغرنجی است وقتی که دنگ شیاوپنگ قدرت رو میگیره صنعت ضعیف تجارت خارجی خاصی در کار نیست یعنی چینی که از قرن 19 ضعیف بوده در معرض حمله قدرت خارجی بوده انقلاب کرده از این وضع بیاد بیرون حالا در پایان حکومت ما و وضع اقتصاد و زندگی مردمش از قبل بهتر که نشده بدتر هم شده آمار و شاخصهای اقتصادیش وضعیت رو نشون میده وقتی که ماو ما میمیره 1976 درآمد سرانه ناخالص داخلی چین کمتر از 160 دلار یعنی هر چینی مجموعا در سال داره 160 دلار کالا و خدمات تولید میکنه درآمد سرانه آمریکا موقع 8500 دلار یعنی 54 برابر چینه شوروی که خودش اقتصادش کمونیستی همچی خیلی وضع درخشانی نداره 15 برابر چینه ایران هم همون حدوده 26 سال انواع و اقسام برنامه ریزی های بعد از انقلاب چین به جز در زدن و در یه سری از زمین ها پس رفت چیزی برای چینی ها برده بود پرسپکتیو برای اینکه داشته باشیم حالا همین عددا رو همین شاخصا رو برای سال 2021 هم نگاه کنیم ببینیم برای هر کدوم این کشورها چه تغییری کرده دیگه وضع اقتصاد اینطوری وضع روابط خارجی هم تعریفی نداره ما ممکنه فکر کنیم جنگ سرد حالا اینا با غرب بدن ولی دیگه با خودشون خوبن ولی نه با شوروی هم رابطه چین همچی بهتر از آمریکا نیست چین و شوروی با هم دعوا دارن از جمله سر اینکه کی مارکسیسمش واقعی تره کی راستینتره. چین در این دوره یعنی کشور کمونیستی که متحدانش از از شوروی هم کمترن از اونها منظوی تره چند تا کشورن که باشون رابطه دوستانه داره ولی اینا واقعا کشور نیستن که بتونن به وقت سختی کمکی بهش بکنن اما اینجا ماو او یه حرکتی کرده بود که در ادامه مسیر بسیار به درد دنگ و میانه روها خورد قبل از اینکه بمیره یه کار بسیار مهم دیگر ما تحت تشویق همین میانه روها این بود که شروع کرد با آمریکا حرف زدن نیکسون سال 72 دیگه چین واحد رو به نمایندگی جمهوری خلق چین به رسمیت شناخت رابطه رسمی با چین شروع شد و این باعث شد که دست دنگ خورده باز باشه وقتی به قدرت رسید که این رابطه رو گسترش بده اینم مهمه دیگه چون میگیم اون گنگ چهار نفره بودن فقط هیچ معنیش نیست که چهار نفر تندرو رو بودن بالاخره یعنی تو بدنه حزب گرایش های مختلفی هستن آدمایی هم هستن که میخوان اون سمتی برن اینا هم قدرت دارن ولی تونست این میانه تونستند تونستن با بعضی از کمک هایی که ما او بهشون کرد قبل از مردن به قدرت نزدیکتر باشن و خلاصه بعدن هم مسلط بشن و زمینه خلاصه برای اون تغییره یکم آماده بشه تغییره که میگیم یعنی چی؟ یه سری کارهایی رو کرد اصلا قبل از اینکه که ما او بمیره وقتی که هنوز نفر اول نشده بود یه کارهای مهمی رو در آموزش عوض کرد چین اون موقع هنوز در مشغول انقلاب فرهنگیه همون انقلاب فرهنگی که اوائلش خود آقای دنگ شیاوپنگ رو پرجش کرده بودن از سیستم برگشت ولی در سال 77 دانشگاه ها رو باز کرد بعد از ده سال که انقلاب فرهنگی بود و دانشگاه ها بسته بود انقلاب فرهنگی داستانش چی بود تهش بود که ماو میخواست فقط وفاداران نظام باشن که برن درس بخونه دنگ ولی فکرش این نبود میدونست چین رو بخوام بسازن خیلی نیرو لازم دارن این نیروها باید آموزش ببینن بعدم تا کی همه رو میخوای حذف کنی کسی نمونده دیگه بسه آمد گفت دیگه کنکور بذاریم هر قبول شد بره کنکور گذاشتن جوانایی که رفته بودن تو روستاها سر زمین کار میکردن برگشتن تونستن برن دانشگاه و خب خیلی از اینا آدمایی شدن بسیار ممنون دنگ و وفادار بهش یا آدما رو فرستاد خارج در تعداد بالا با آمریکایی که رابطه شروع شد به عادی شدن هزاران دانشجو فرستادن چینیا که آمریکا درس بخونند همون فرصتی که برای خودش هم میخواست و نشده بود این بار تونست فراهم کنه برای آدمای خیلی زیادی اینه که وقتی درباره تغییراتی که دنگ داد صحبت میکنن خیلی درباره سیستم آموزشی هم صحبت میکنه ولی از اون بزرگتر از اون مهمتر طبیعتا خود تغییر در سیستم اقتصادی دیگه سیستم اقتصادی چین تا اواسط دهه 60 میلادی شروع انقلاب فرهنگی کم و بیش همون مدل شوروی بود از دست استالین اقتصاد دستوری از بالا به پایین از پایتخت از این سیستم هایی که عملا دیگه در بیشتر دنیا بر افتاده ولی اون موقع هنوز یه دولت فکر میکردن که جوابه بعد در دهه 60 اینا با شوروی هم به هم زدن یعنی همون شوروی هم که یه خورده اینا ازش تکنولوژی میگرفتن دیگه درش بسته شد چین کلا شد تکیه بر داخل و اوضاع دیگه واقعا خیلی داغون بود تا اینکه ماو ما او مرد بعد اینا شروع کردن یه چیزایی رو عوض کردن که اصلا انگار اصول دین بود براشون مثلا گفتن که تمرکز ما دیگه رو مبارزه طبقاتی نیست ما تمرکزمون روی نوسازی اقتصادیه کنگره حزب کمونیست این اومد تصویبش کرد خیلی کار مهمی بود تصویبش آدمایی که کمونیستای زمان ماو ما بودن ولی خیلی هاشون رو پذیرفتن بعد سی سال مبارزه با بروجوازی که بسه دیگه بروجوازی که وجود نداشت که مبارزه اینا ولی تموم نمیشده بود ابزار تصفیه حساب سیاسی شده بود شعارشون دیگه گفتن بسته دنگ آمد گفتش که ما انقلاب کردیم که چی ما انقلاب کردیم که وضع مردم چین بهتر بشه وظیفه ما به عنوان دولت اینه که کاری بکنیم مردم نون داشته باشن بخورن حالا اون کاری که تالا داشتیم میکردیم کمکمون میکنه به این هدفه برسیم یا کمکمون نمیکنه اگه کمک نمیکنه یه کار دیگه باید بکنیم یه کارهای دیگه باید بکنیم مهم اینه که اون هدفمون تأمین بشه حالا اسمش هرچی هست باش ما مدل کمونیسم چینیمون اینطوری میشه بعد از این مهمترین چیز این نیست که دولت اقتصاد رو متمرکز اداره بکنه یا نکنه مهمترین چیز اینه که دولت باید شکم مردم رو سیر کنه گربه کارش اینه که موش بگیره حالا سفید باشه سیاه باشه اینا خیلی مهم نیست کار گربه گرفتن موشه وقتی میگیم آدم عملگرایی بود درباره این داریم صحبت میکنیم پراگماتیسم عملگرایی اصل اولیش اینه If it works, take it. اگه به دردش میخوره ازش استفاده کن خیلی دیگه دنبال بنیانهای فلسفی و تاریخچه چطوری به این رسیدیم و حالا اسمش چی میشه و با این روی کرد بود که خیلی از اصول اقتصاد بازار رو که دیدن خوب کار میکنه برداشتن آوردن با حزب کمونیست اصلا اجرایش کردن حزبی که قاعدتا با تک تک این روی کرده هم به لحاظ فلسفی مشکل داره هم اصلا تاریخچه این آدما مشکل داره ولی اصلا دنگ در بند این چیزا نبود ایف ایت ورکس این ایناست که جالبش میکنه یا نگاهش به حل مسئله است که با با روی متعرفی متعارفی که همکار و هم فکراش دارن خیلی متفاوته و اینم خب تغییر خیلی بزرگ تفاوت بزرگی درست میکنه سیستم های کمونیستی خیلیش اینطورین که ما اصول ایدئولوژیمون برای ما مهمتره تا اینکه حالا چه دستاوردی به دست بیاریم اصل قصه اینه ولی دنگ سیستمشین نبود سیستمشین بود که اصول تا جایی درستن که در عمل جواب بدن اگه ما نتیجه ازشون نمیتونیم بگیریم باید عوضشون بکنیم و با همین روی کرد مدل برنامه ریزی اقتصادی در چین رو عوض کرد از برنامه ریزی متمرکز دستوری رفتن به سمت اقتصاد بازار بازار محور مهمترین تغییری که دنگ در اقتصاد چین اجرا کرد و خیلی چیزهای دیگر رو هم حالا دنبال خودش آورد همین بود نه یه دفعه کم کم آدم های این آزادی رو به دست آوردن که بتونن حالا کسب و کار خودشون رو داشته باشن اگر خواستن بزرگش بکنن خیلی این تغییر بزرگی بود برای چین یه مشکل اصلی این بود که شما وقتی کشوری به بزرگی چین رو میخوای پایتخت اداره کنی خیلی 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 موضوعات مهمی رو اصلا نمیتونی ببینی چین بسیار بزرگ رو چین بسیار پر جمعیت رو هر منطقه ای نکات خودشو داره ملاحظات خودشو داره ولی زمان ما که اینطوری فکر نمیکردن که یه سری تصمیم در مرکز حالا میگرفتن که ما امروز میدونیم چقدر غلط بوده ولی حالا فرض کن درست بوده اینو میخواستن همه جا اجرا کنن باید همه جا اجرا میکردن یا بودجه رو اینطوری توضیح میکردن همه ای پولا بیاد مرکز ما پخش میکنیم یکی تغییر مهم دیگری که دنگ ایجاد کردیم بود که به دولت های محلی اختیاراتی داد هم اجازه داد بخش قابل توجهی از بودجه رو خودشون تو همون منطقه به صلاح خودشون خرج کنند. هم اختیاری که بتونن تصمیم بگیرن این یه مقدار قدرت دولت مرکزی رو توی کنترل مناطق کم میکنه ولی اگر این باعث بشه که تولید افزایش پیدا کنه قدرت ملی بیشتر بشه خب نماینده قدرت ملی نهایتا تا همون دولت مرکزی دیگه این این رویکرد قدرت دادن به مناطق هم یه چیزیه که تا همین امروز هم ادامه داره رهبرای بعدی چین رو هم نگاه کنی قبل از اینکه به قدرت برسن توی نواحی مسئولیت داشتن از جمله همین آقای شی جینگ پین بعد میشه نگاه کرد که توی اون منطقه ای که مسئولیت داشته چی کار کرده جیانگ زمین اونجایی که مسئولیت داشته چی کار کرده بعد آمده در رهبر چین شده چی کار کرده در تجارت و صنعت هم تقریبا سیاستش همین بود برای چینی که گفتیم تقریبا منزوی بود در زمان ما او حالا شروع کردن درها رو باز کردن فرصت های تازه ایجاد کردن اول دهه 80 چهار تا منطقه ویژه اقتصادی درست کردن که توش مقرراتی خود فرق میکرد تجارت و سرمایه گذاری خارجی و اینا داشتن اجازه میدادن و اینا شدن یه آزمایشگاهی برای ایده های جدید ایده های رو که اینجا تست کردند بعدا در کل چین آمدن پیاده کردن یعنی در کل چین نگاه به سرمایه گذاری خارجی عوض شد سرمایه خارجی چیز بدی بود در زمان انقلاب برنگی اصلا یک مفاهیم جدیدی داشتن در انقلاب از جمله ارزش خود اتکایی سلف ریلاینس که حالا اینا برای ما هم مرور تاریخ هم مقدار زیادی زنگ آشنا داره بعضیاش دیگه ولی در دوره دنگ چین این سیاست رو کلا گذاشت کنار هر سال میلیاردها دلار سرمایه خارجی جذب کرد خیلیاش جوینت ونچر بود یه شرکت خارجی با شرکت چینی شریک بشه در یه سرمایه گذاری مشترکی یه محصولی رو در چین تولید کنن یعنی سرمایه داشت میومد پس تکنولوژی هم داشت باهاش میومد با اون وضع عقب افتاده ای چین خب خیلی هم لازم بود تکنولوژی بیاد صنعت خودروی چین رو اصلا میشه تو یه ویدیو فقط همین رو نگاه کرد که از 1984 که فولکس واگن اومده با یه جوینت ونچری سرمایه و تکنولوژی برده چین تا امروز کمتر از 40 سال بعد از این چین شده صادر شماره یک خودروی دنیا چه اتفاقاتی اینجا افتاده که الان چین هم طراحی میکنه هم میسازه این راه دراز رو روی اون ریل گذاری آمده که زمان دنگ انجام شد دیگه بعد اینو تو صنعت خودرو میشه دید در تک میشه دید در کامپیوتر صنعت فنی اینها میشه دید و چرا این کارا رو کرد به خاطر اینکه نگاهش به دنیا بسته نبود دنبال این بود که رابطه خوب داشته باشن مخصوصا با کشورهایی که میخوان ازشون یاد بگیرن میفرستادن مقامات دولتی و حزبی رو به خارج به چشم خودشون ببینن که چین خیلی عقب مونده و توسعه نیافته است و نسبت به آمریکا و اروپا فاصله رو ببینن حتی نسبت به جاهای از آسیای جنوب شرقی ببینن. و این دیدن همونطوری که گفتم خیلی به نظر من مهم بود ما اون ندیده بود دنگ خودش یه مقدار دیده بود خبر داشت میخواست بقیه هم ببینن و بعدم دیدن دنیا هم هم حاضره که پول بیاره سرمایه گذاری کنه هم حاضره بیاد یادمون بده پس رابطه خوب داشتن با دنیا به درد توسعه ما هم میخوره خود دنگ سفرهای خیلی مهمی داشت سفرهای تاریخی هم شد هم آمریکا و اروپا رفت هم سنگاپور رفت مثلا جایی که چینی تبارها اتفاقا با سیاست های توسعه محور آبادش کرده بودن ویدیو کاملش رو اینجا گذاشتیم یه جای دیگه که تغییر میشه دید در شهرنشینیه وقتی که رهبر چین شد 20 درصد جمعیت شهرنشین بودن اون موقع 50 درصد جمعیت ایران تو شهر زندگی میکردن نمی اومدن چین نمی اومدن به شهر به خاطر اینکه زمان ماو ما که اصلا غیر قانونی بود روستازاده باید میموند همونجا کار اجدادش رو میکرد جابجایی ممنوع بود از این یه نماد مهمیه از ریزی مرکزی حزب کمونیست دیگه همون شکلی از برنامه‌ریزی که منحصر به چین نبود ولی خب هر جایی که اجرا شده بود تقریبا همون نتیجه ای رو داده بود که تو چین داد این قانون رو عوض میکنه کلا فندنگ اجازه میده که آدمها خودشون تصمیم بگیرن کجا زندگی بکنن چی کار بکنن این خیلی قدم مهمی اینا تو شکوفا شدن استعداد توی تحرک طبقاتی جامعه یا یه کار خیلی خیلی مهم دیگه که بعد از به قدرت رسیدن میکنه نظام مسئولیت خانوار برقرار میکنن یعنی چی یعنی کشاورز میتونه هرچی خواست بکاره و بیشتر هم اگر کار سهم دولت رو که داد اون مقداری که باید به دولت بده رو وقتی داد بیشتر از اونشون میتونه واسه سود خودش استفاده کنه میتونه بفروشه میتونه نگه داره میتونه از این خیلی حرکت جدیدی بود باز دوباره کشاورز مالک زمین نمیشد موظف بود همچنان که به ازای اون زمینی که دولت در اختیارش داده سهمیه ای رو که دولت تعیین میکنه بده ولی جا برای این داشت که پیشرفتم بکنه جا برای این داشت که انگیزه داشته باشه که سود بکنه و یه چیز خیلی خیلی جالب اولی که این خب خیلی چیز ساده ایه ولی همین چیز ساده ایه که زمان ما اجرا نشد یعنی فکر نکنیم که اینکه دیگه کار مهمی نیست همین کار مهم وقتی نمیشد شدنش یعنی یه حرکت مهم و از مهمتر برای من روشیه که این کارو کردن به خاطر اینکه سیاست های قبلی همه از بالا بود توسط رهبران حزبی پروتکل بخشنامه می اومد دستورا می اینطوری باید انجام بده ابلاغ میشد از مرکز می برای مثلا همه جا ولی این سیاست تغییر سیاست از پایین شروع شد به, من یه معنی واقعی, واقعی کلمه از پایین شروع شد اونطوری که انتظار نداریم از یه ج... ای در چین یک روستانشین 18 ساله ای داستان معروفی داره یواشکی میگن با 20 دیگه از دهقانای محلشون منطقهشون روستاشون تصمیم گرفتن که این زمینی رو که در اختیارشون تقسیم بکنن هر کی تو سهم خودش بیشتر به کار اون چیزی رو که بیشتر برداشت کردن قایم کنن اعلام نکنن کاری که جرم بزرگی بود اگر کشف میشد در زمان ما او مثلا در زمان دنگ ولی این میگن کشف شد ولی تصمیم گرفتن اینا رو مجازاتشون نکنن بلکه تشویقشون بکنن بقیه رو هم تشویق کنن که همین کار رو بکنن این اون بخشیش که برای من یه بخشیش که خیلی جالب ترش میکنه برای من اینه که خیلی سیاست مدارا هستن که میخوان یه سیاست هایی رو عوض کنن سیاستهایی رو که یا قبلی گذاشتن اینا میدونن غلطه و جواب نمیده یا خودشون گذاشتن حالا فهمیدن که جواب نمیده میخوان عوضش کنن ولی زرافت های خیلی زیاده معمولا کاری که انجام میشه مشخصه تصمیم گرفتن که این کلکتیویزیشن رو شلش بکنن چیزی که به نظر میرسید یکی از پایه ترین چیز سیاست هاست برای رژیم کمونیستی اما نیومدن بگن که خب این تغییرات اساسی رو میخوایم در نظام بدیم در سیاست های نظام بدیم حالا بحث و دعوا و مناظره و سخنرانی و مقاله و نه اینطوری نگاه کرد دنگ که سیاست های این تجمیع سازی باعث قحطی شده باعث گرسنگی شده به کسی که مسئول این کار بود گفت اگه مردم دارن از گرسنگی میمیرن شما باید اجازه بدی خودشون رو نجات بدن غذای خودشون رو باید اجازه بدیم بکارن یعنی چی یعنی آدما باید بتونن رو زمین خودشون اون چیزی رو که لازم دارن بکارن از اون کلکتیوا بیان بیرون همون کاری بود که چند تا کشاورزا کرده بودن با این کسی نمیتونست مخالفت بکنه نیومد بگی سیاست ها رو عوض باید بکنیم چون به این نتیجه و اون نتیجه رسیدیم از نظر تئوریک اومد گفت آدمی که داره میمیره رو باید از گرسنگی بهش اجازه بدیم خودش رو نجات بده این کار رو باید ب... این کار نمیتونیم بگیم نه ریشش هم از چه ریشش هم از اینه که مسئولیت دولت رو متفاوت تعریف کنیم مسئولیت حکومت رو متفاوت بهش نگاه بکنیم این کارو کردن و آدمو خودشون میتونه خودشون از گرسنگی نجات بدن و تونستن و نجات هم دادن و پیشرفت خوبی هم کردن تولید اصلا اونجاها رفت بالا روزنامه‌نگارا رو فرستادن گزارش اومد گفتن ببین اینجا جواب داده بعد گفتن اگه کشاورزا میخوان از کلکتیو بیان بیرون خودشون تصمیم بگیرن چی, با... چی با کارن بکارن چقدر بکارن آزادن میتونن و یه سال بعد دیگه بیشتر مردم آمده بودن بیرون اینطوری وقتی سیاست های جدید رو اجرا کردن حتی دنگ حمایت محافظ کارا رو هم از دست نداد یه گروه بزرگتری از جمعیت اتفاقا آمدن پشت سیاست هاش سهم دولت رو بدین بقیه محصول رو هر کار خواستید میتونید باش بکنید این تغییر سیاست خیلی سیگنال های مهمی داره میده نتیجه های خیلی مهمی هم داد آدمایی که در این بخش شاغل بودن کم شدن ولی تولید رفت بالا سیر کردن اون جمعیت عظیم راحت‌تر شد جمعیت سیر کردن شده بود مشکل بزرگی اصلا خود جمعیتی که مشکلای بزرگی بود که دنگ رفت سراغ حل کردنش قول قدرت دولتی و بروکراسی و قدرت پروپاگاندای حزب و همه اینا رو آورد گذاشت پشت کنترل جمعیت اشکالهای کار البته زیاد بود گفتن تک فرزندی خانواده ها خیلی میخواستن حالا که بچه دار میخوان بشن یه بچه بیشتر نمیتونن داشته باشن اون یکی پسر باشه نسبت جمعیتی به هم خورد. مشکلات تامین اجتماعی مشکلات عاطفی مشکلات خانوادگی ای اینها هم بود نهایتا این سیاست رو و گذاشتن کنار و خلاصه با تغییرات بزرگی که در سیاست اقتصادی دادن چین سه دهه رشد اقتصادی بالای 8 درصد داشت از یک کشور بزرگ پرجمعیت منزوی با اقتصادی ویران تبدیل شد به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی و سیاسی دنیا در کشورهای ضعیف که حکومت دیکتاتوری داشتن این دیکتاتورها خیلی دیدن که ای این هم جالبه ها ما اینا رو نگاه میکنیم ما همیشه نگاه میکنیم میدیم کشورها پیشرفت کردن ولی اون پیشرفت معمولا با یه چیزایی بود که ما نمیخواستیم اینا هم اقتصادشون عوض شد هم سیستم سیاسی تکون نخورد پس اینطوری هم میشه خیلی خوششون اومد این اصلاحات چینی خیلی افتاد تو دهن خیلی هاشون منتها دیگه نمیگفتن که چینیا نه تنها سیاست ها رو حتی بنیادی ترین ارزش هاشون رو هم عوض کردن یه جاهایی اینو میگفتن که بله ما هم یه مشکلاتی داریم ولی ببینید چینیا تو همون سیستم دیکتاتوری و تکذیبی خودشون تونستن مشکلات رو حل کنند. ما هم بمونیم خودمون درستش میکنیم که خب البته تفاوت‌ها مشخصه دیگه کسی این, کاری که چین کرد کاری نیست که همه تونسته باشن دیکتاتوری خیلی دارن ولی هیچکدومشون چین نشدن در چین دنک به عنوان قدرت اول دنبال ساختن بود و دنبال درست کردن بود آدم هایی که در حزب بالا می اومدن اونهایی بودن که هم فکر بودن هم نظر بودن و درسته که این حزب کمونیست بود ولی واقعا دیگه فقط اسمش همون حزبی بود که زمان ما بود خیلی سیاست ها خیلی از اصلا مدل اعمال قدرت از داخل حزب عوض شده بود در زمان ما تعریف کردیم اون کیش شخصیتی که برای ما وجود داشت اون کاریزمایی که مثلا میگفتن اینا دیگه در زمان دنشیا اوپنگ وجود نداشت نبود در رهبری حزب اصلا در سال 82 محدود شد به دو دوره خودش شد اولین کسی که این قانون رو رعایت کرد قانون محدود کننده رو رعایت کرد یعنی یه رهبر دیگه نمیتونست اونطوری همه نهادهای سیاسی و کارگزاران رو وابسته بکنه به خودش فقط اون یسمن yes ها اون بله بل قربانگوها مثلا بمونن توی سیستم چون زمان ما اینطوری شده بود حتما توی سیستم از آدمایی بودن توی حزب کمونیست که نظر مخالف ماو ما داشتن همونطوری که دنگ جاهایی داشت همونطوری که باعث شد دوبار بندازنش کنار ولی طبیعتا از اون سیستم نتیجه نمیشد گرفت دیگه از اون سیستم نتیجه خروجی بهینه نمیشه گرفت وقتی که شما مخالفا رو حذف میکنید هم جلوی خلاقیت ها گرفته میشه هم یه سری سیاست اشتباه رو کسی نمیتونه جلوشو بگیره اشتباه همه جا میشه ولی وقتی سیستم بسته است نه اون میفهمه سیاستش اشتباهه نه کسی جرئت داره بهش بگه اینو دنگ مقداری عوض کرد البته این معمولا روشی که عوض میکنن جامعه جوامع آزاد اینه که به جامعه آزادی میدن حاکمیت قانون میارن اینجا این روش نبود اینجا قدرت رو در تمون ساختار خودشون یه تقسیم قدرتی درست کردن و البته تغییر جهت دادن به سمت توسعه دستاوردهای محدود ولی دستاوردهای مهم دستاوردهای مهم طوری که همه رهبران چین تا سال 2018 همین رویه رو حفظ کردن تا اینکه در سال 2018 آقای شی جین آمد این قانون هم عوض شد و راه خودش رو باز کرد برای مادام العمر رهبر جمهوری خلق چین شدن که حالا اون داستان دیگریه و باید دید که با اون سیستم به کجا میره ولی یه چیزی رو میبینیم دیگه چین قبل از دنگ شیاپنگ کمونیستی بود بعدش هم کمونیستی بود همون کشوره همون نظام حکومتی اصلا ولی این کجا اون کجا اصلا شاید علت اینکه اسم و پوست عوض نشد همین باز دوباره عملگرایی دنگ بود دنبال تغییر فلسفه نبود که روی این کاری که دارن میکنن یه اسمی بذاره کمونیسم اینم کمونیسم منتها مدل چینیه هدف ما چیه اینه یعنی که جمعیت چین رو سیر کنیم زندگیشون رو بهتر کنیم خلاصه قصه رو اینطوری میدید موجز و شفاف و ساده اصلا کیسینجر میگه قدرت دنگ کیسینجر کسیه که خب سیاست چین رو خیلی خوب میشناسه تاریخ چین رو خوب مطالعه کرده و سیاست مدارای چین رو دیگه اوناشون رو مخصوصا باشون کار کرده در دورش بودن یا دوروبرش بودن واقعا شناخت خوبی ازشون داره میگفتش که قدرت دنگ در همین بود که حرف رو خوب بفهمه و در چند جمله خلاصش کنه اصل حرف رو در بیاره بعد بتونه کار رو بر اساس اون اصل حرفی که در آورده پیش ببره اینا یه خورده آدم رو یاد نظامی ها شاید بندازه بیشتر برخلاف مثلا یکی مثل ماو ما که تئوریسین ذهن خیلی قوی داشت ماو ما نظریه پرداز بود ذهنش توانا بود برای اینکه برای موضوعی که میخواد دربارش نظر بده یه دستگاه فکری طراحی بکنه و البته شاید حق هم داره وقتی که اینطوری فکر میکنه روی یه چیزی به این سادگی زیر بار این نمیره که این نظریه جواب نمیده کار کرده روش شاید منطقی هم نیست بپذیر اصلا تئوریسین قرار نیست انقدر سری نظرش رو عوض کنه در مورد چیزی که انقدر روش کار کرده ولی مشکل کار هم همینه چون تو اون مقام وقتی باشی با اون کیش شخصیت با اون همه قدرت و نشه هم نظرت رو عوض کرد حتی فاجعه های بزرگم گاهی کافی نباشن که متقاعد بشی نظرت اشتباهه نتیجه میشه فاجعه فاجعه در سطح چین اینطوری کار رو سپردن دست آدم نظریه پرداز و اهل فکر میتونه اتفاقا خیلی فاجعه بار باشه بر همینم این به نظر من تغییر خیلی بزرگیه که چینیا از اینکه رهبرشون یه کسیه که نظریه پرداز صاحب فکره برسن به اینکه رهبرشون یه کسیه که کننده کاره ولی اهل نظریه نیست وقتی به تغییرات چین نگاه میکنیم به اینا هم باید نگاه کنیم به اینا هم باید نگاه کنیم که از یه جایی به این رسیدن که به تخصص بیشتر از ایدئولوژی اهمیت بزن ایدئولوژی هنوز سر جاشه کشور کمونیستیه ولی مدل جدید خودشو داره در سیاست خارجی رفتار چین دنگ اوپنگ شبیه دولت‌های کمونیستی انقلابی که میشناسیم نیست دولت کمونیستیه ولی هرچی بیشتر پیشرفت در اصلاحات اقتصادی از اون جنگ ایدئولوژی که بین سرمایهداری و کمونیسم و اینا هم فاصله گرفت هم خیلی از مقام تو فرستاد دنیا رو ببینن هم خودش بیشتر رفت یک سفر تاریخی داشت به آمریکا نقطه عطف بود در روابط آمریکا و چین دو تا سند مهم توش امضا شد یکی تفاهم نامه تجارت دو جانبه با آمریکا یکی تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری تجارت بین چین و آمریکا انقدر محدود بود تقریبا موقع وجود نداشت واقعا وجود نداشت ولی به تدریج شروع کرد شکل گرفتن بعد بعد از مثلا یک دهه حالا دیگه شروع کرد به نفع چین هم ترازش افزایش پیدا کردن یعنی صادرات چین به آمریکا بیشتر از صادرات آمریکا به چین شدن 2022 400 میلیارد دلار کسری تراز تجاری آمریکا از چین این ریلی که گذاشته میشه رابطه ای که چین کمونیست با امپریالیست اعظم شروع میکنه تهش میرسه به اینجا و تو چه دنیایی داره این کارو میکنه دنگ شیاوپنگ تو دنیایی که از اونورم ریگان در آمریکا اومده سر کار مسابقه تسلیحاتی رو داره میبره جلو شوروی رو داره میندازه تو تله امنیتی سازی که نابودش بکنه و آخرش هم همینطوری نابود میشید شوروی و این یه فرصتی برای چین درست میکنه چین که با شوروی هم گفتیم رابطش خوب نیست و الان دنگ در حرف و در عمل میتونه به آمریکا این اطمینان رو بده که ما برخلاف شوروی با شما سر جنگ نداریم ما سیاست خارجی اون رو بر مبنای اینکه با آمریکا تقابل سازش ناپذیری داریم و غرب سرمایه داریم ما برای ما اینا، ما اینطوری نیستیم ما برای همکاری آماده ایم تو آمریکا هم از اون یه نظریه شروع میکنه به شکل گرفتن در سطح حاکمیت آمریکا که با, ف... با همکاری اقتصادی این اجدها رو میشه رام کرد ما اگر شروع کنیم با چین همکاری اقتصادی کنیم یواش یواش طبقه متوسطی در چین میاد جلوتر سیاست مدارهای میانه روی میان قدرت میگیرن و این اصلا تخاصم با چین رو از بین ممکنه ببره و ما بیفتیم تو مسیری که این قدرت کمونیستی مهار بشه تهدیدی دیگه برای ما نباشه این نظریه هم اون موقع هست. الان هم هست حالا الان دیگه خب شواهدی ب... شواهد برای دفاع ازش کمتر شده ولی اون موقع نظریه جدیه در حاکمیت آمریکا و اینطوریه که کم کم دنگ میتونه از شرایط جهانی و حتی جنگ سرد استفاده بکنه در جهت منافع ملی چین حالا همه اینا رو گفتیم باز تاکید کنیم که ساختار سیاسی چین عوض نشود. یعنی جهتگیری سیاست عوض شد ولی رهبر چینی که تصمیم میگیره با چه کشورهای رابطه داشته باشند چطوری قطار اقتصاد رو بندازن روی لیل رهبر چینی که این تصمیم رو داره میگیره کنگره حزب کمونیست چینی که داره تصمیمات رئیس رو تایید میکنه براش کف میزنه یه احزاب کوچکی هستن از دوره ما مثلا واسه خودشون ولی نقششون زینتی واقعا اینا هستن که بگن در چین آزادی هست والله هیچ نقشی در گرفتن تصمیمات اصلی ندارن چه در دوره ما چه در دوره دنگ شیاوپین سانسور درباره موضوعات سیاسی حساس همچنان هست انتقاد از حکومت همچنان کار ترسناکیه انتقاد مستقیم سیاسی عواقب بدی میتونه داشته باشه واسه کسی که جرأتشو کرده باشه یه سری روزنامه و کانال های نسبتا مستقل به تدریج در دهه 80 در چین میان به خصوص درباره موضوعات اقتصادی یه خورده اجازه بحث پیدا میشه ولی مثلا حقوق بشر موضوعی نیست که اصلا اهمیت داشته باشه خود دنگ شیاوپنگ میگفتش که اینا شعارهای دهم پرکن آزادی و انسانگرایی و حقوق بشر و اینا تجملات غربی یه سری بهانه است که از فرمانهای حکومتی بخوان سرپیچی کنن اقتدار حزب کمونیست رو ببرن زیر سوال مجازات اعدام همچنان در این دوره سر جاشه آمارش هم بالاست میدونیم و همین تناقضا هم نهایتا کارو میرسونه به نقطه بحرانی نقطه بحرانی چین دنگ شیاوپنگ که ما تا اینجا داشتیم خوبیاشو میگفتیم قتل میدان منه. که یه اتفاق نیست ولی یک نقطه است که نشون میده که چه بحرانی رو این جامعه داشته زیر سطح این, این ظاهر رو تجربه میکرده و تحمل میکرده دهه هشتاد چند تا تظاهرات ریز و درشت دانشجویی شد یه حرکت هایی شکل گرفت دانشجو اعتراض داشتن به, به رویه اداره کشور به روش سیاست ورزی حزب تورم هم تو این دوره بالاست یعنی حقوق بگیرایی که درآمدشون داره با تورم زیاد نمیشه ناراضی هستن نارضایتی سیاسی اجتماعی و یه مقدار نارضایتی اقتصادی شرایط رو اینطوری کرده چی میگه آبستن حوادث پتانسیل بحران وجود داره سال 89 یه آقایی که از مقامات بود قبلا و اینها حالا کنار گذاشته بودنش دانشجوها به دلایلی باهاش سمپاتی داشتن حالا رهبر اپوزیسیون نیست واقعا اپوزیسیونی در کار نیست اینا ولی یه همچین آدمی خلاصه میمیره بعد برای این آقا یک مراسم ادای احترام و سوگواری و این حرفا کم کم اینا و اون اعتراضایی که بوده تبدیل میشه به اعتصابهایی و اعتراضهایی به سیاستهای حزب و به شخص دنگ شیاوپنگ و درخواست برای گرفتن یک سری حقوق دموکراتیک همون چیزهایی که رهبران چین بهش میگن ارزشهای غربی که ربطی به جامعه و فرهنگ کهن چینی نداره بعد چند روز بعد از اینکه این, که نا این ها شروع میشه گرباچوف میاد چین گرباچف رهبر شوروی این هم یه دیداری که از قبل برنامه ریزی شده سه ده هست رابطه این دوتا کشور کمونیست با هم خوب نیست حالا یک نقطه عطف مهم رهبر شوروی داره میاد چین به خاطر این دیدار کلی عکاس و خبرنگار و اینا هم از همه جا اومدن پکن که پوشش بدن دانشجو از این فرصت استفاده میکنن میدان تیانانمن یکی از بزرگترین میدانهای دنیا وسط پکن یک اعتصاب غذا سازماندهی میکنن هزاران نفر در اثر این اعتصاب غذا میرن بیمارستان بستری میشن بعد توجه جهانی زیاد میشه اعتصابات زیاد اعتراض ها زیاده تو خود چین توجه بهش زیاد میشه گسترده تر میشه شخص دنشیاوپنگ میاد تهدید میکنه به برخورد شدید تهدید میکنه دانشجوها جا نمیزنن تحسنه هم به نظر ت... از نظر تعداد آدم و هم از نظر گروه هایی که توش شرکت کردن هی گسترده تر میشه تا بیش از یک میلیون نفر در میدون جمع میشن و در شهرهای مختلف دیگه هم هست حالا نه به این اندازه و گسترش ولی در شهرهای دیگه هم هست و کار به جایی میرسه دیگه در سوم و چهارم جون 1989 یک ماه و نیم بعد از اینکه اعتراضات شروع شده دولت چین شخص نخست وزیر با هماهنگی کامل رهبر عملی کشور دنگ شیاوپنگ با مشت آهنین میان برخورد میکنن ارتش وارد عمل میشه مستقیم با تانک با خودروی زرهی شلیک مستقیم گلوله جنگی به تجمع کننده ها اختلاف هم بوده در کمیته مرکزی حزب که چیکار کنند دنگ نهایتا میره سمت تندروها رأی میده به سرکوب و این احتمالا سیاه ترین نقطه کارنامه دنگ شیاوپنگ موضوع تیان آنمن همچنان در چین موضوع سانسور گسترده آمار اینکه چند نفر کشته شدن رو درست نمیدونیم برآورد اینی که هزاران نفر کشته شدن دو هفته قبلش حکومت نظامی بوده تا ژانویه سال بعد ادامه پیدا میکنه داستان خیلی مهمیه مفصلتر از اینی که من اینجا تعریف کردمش رو توی این کانال میتونید ویدیوش رو ببینید ولی خلاصه بعد از این دیگه دبیر کل حزب عوض میشه جیانگ زمین میاد منصوب میشه به این سمت آدمی که موقع اعتراضات کنترل شانگهای دستش بود و اونجا برخوردش کاملا متفاوت از برخورد پکن بود بدون سر سرکوب تونسته بود آرام بکنه ولی میاد در دوران رهبری ایشون بر هم این سیاست های بازداشت و سرکوب ادامه پیدا میکنه و فعالیت های سیاسی از قبل هم محدودتر میشه ولی گفتیم دولت چین زمان دنگ هم خیلی حرکت خاصی به سمت دموکراسی و تغییر وضعیت حقوق بشر و اینها نکرده بود از این نظر چیزی عوض نمیشه ولی یه چیزی عوض میشه در رفتار دنیا و غربی ها با چین یه چیزی دیگه بعد از تیان آنمه عوض شد دنیا تا اون موقع مدارا میکرد سکوت و مماشات میکرد یک آتش بس مسلحتی انگار در این زمینه بود ولی بعد از قتل عام تیان آنمه ضربه خورد یعنی پوشش رسانه‌ای و پوشش اخباری که از چین می اومد دیگه یه طوری بود که نمیشد سرتر قضیه رو بی سر و صدا هم بیارن رهبران غربی شروع کردن به حملات لفظی نسبتا تندی به چین و حتی دیگه تحریم هایی رو هم علیهش وضع کردن حالا تحریم های نیمبند نیم بند بودن هیچ وقت کامل اجرا نشدند ولی عکس عمل نمادین نسبتا شدیدی بود نقطه عطفی شد خلاصه تیان آنمن و لقب قصاب تیان آنمن هم با نخست وزیر اون زمان موند و نقش دنگ شیاوپنگ هم توش انکار ناشدنیه چین بعد از دنگ شیاوپنگ با چین قبلش خیلی فرق داره فرقای اساسی داره بعد از ایشون چین سه رهبر دیگه هم به خودش دید ولی واقعا رفتن و اومدن این رهبرا حداقل تا امروز باعث تغییر اساسی نشده نه در سیاست نه در اقتصاد نه در آزادی نه در احترام به حقوق بشر چین کم و بیش داره رو همون ریلی پیش میره که در دوره دنگ گذاشته شد توسط خودش و اطرافیانش و خیلی هم فرق داشت اون ریل گذاری با مسیری که ما او داشت چین رو توش میبرد و نتیجهش رو هم داریم میبینیم هم مثبتش رو داریم میبینیم هم منفیشو داریم میبینیم هم اقتصادیشو رو داریم میبینیم هم رو داریم میبینیم حالا اینکه آیا این پیشرفت اقتصادی میارزید به محدود موندن آزادی ها آیا این مسیر چین اصلا قابل ادامه هست یا نه اینا سوالایی نیست که ما توی این ویدیو دنبالش بودیم اینا موضوعات دیگه هست ولی سوالای معتبریه یکی از آدمای مهم دوره دنگ شیاوپن یکی اصلا این اقتصاد چین مثل مرقی در قفس بعضیا میگن که همین تشبیه ایشون رو اگه دقت کنید نشون میده نگاه اینا به اقتصاد چطوریه اینا فکر میکنن که پرنده رو برای اینکه سلامتش رو حفظ کنی یه مقدار باید بهش اجازه تحرک بدی ولی نه به این معنی که آزادش کنی بیاد بیرون باید تو همون قفس قفسش رو بزرگ کنی جا بیشتر داشته باشه حسار و ورداری پرنده قفس فرار میکنه یعنی دولت مردهای دوره جدید چینم یه مقدار آزادسازی به نظرشون بر اقتصاد لازمه ولی نباید از حد بگذره نباید بشه اقتصاد باز قواعد بازار آزاد فقط تا حدی باید این آزادسازی بره جلو که رهبران حزب تشخیص میدن که لازمه برای سلامتی اقتصاد چین و همین تشبیه رو فکر میکنم میتونیم ادامه بدیم بگیم آره اینا قفسه رو دوست داشتن بزرگتر کنن قفسه الان قشنگتر هم شده قفسه طلایی هم شده بزرگ قشنگه ولی هنوز قفسه از سانسور مطبوعات، سانسور اینترنت، آزادی های فردی که نیست نظر مخالف سیاسی که نمیشه داشت سرکوب ها از جمله سرکوب اویغور ها، اعدام هایی که آمارشون نداریم اینا همه یعنی هنوز قفسه هست در بعضی زمینه ها تنگتر هم هست حالا موضوع این ویدیو البته وضع امروز چین نیست این موضوع جای دیگریه این ویدیو داستان دنگ شیاوپنگ بود اگه بخوایم ببینیم چی شد چین از کشوری که مردمش از گرسنگی پوست درخت میخوردن شد این کشوری که امروز میبینیم لازم بود که یک کمی هم با معمار این تغییر بزرگ آشنا بشیم درسته که شاید معروف ترین سیاست مدار چین قرن 20 ما او باشه درسته که ما دنبال جهش بزرگ بود ولی اون جهش بزرگ زمان ما او که نیامد با اون برنامه ریزی های دولتی با اون برنامه های چند ساله با اون انقلاب های پی در پی جایی که چینیا بهش رسیدن این بود که تو حیاتشون کوره درست کنند در و پنجره چوبیشون رو بریزن توش گرما بگیرن ازش با اون گرمای کاسه فلزی رو بگیرن فلزش آب کنن ظرفیت ذوب فلزاتشون زیاد بشه یا اینکه با تبل و سنج تو تیرکمو را بیفتن تو خیابون بزنن گنجیشکا رو بکشن که تولید کشاورزیشون بره بالا سرنوشت نظریه پردازی های اقتصادی ما او برای جهش بزرگ این بود که الان اگه یه لحظه فراموش کنیم چقدر آدم سرش مردن بر ما موضوع خندهدار میشه اما جهش بزرگ واقعی چین چند دهه بعدش اتفاق افتاد نه در زمان دنگ و تازه بلکه بعد از اون روی ریل گذاری که زمان دنگ انجام شده بود چیزی که از دنگ شیوپنگ برای من جالب بود این عملگراییش بود لی کوانگیو معمار سنگاپور مدرن میگفت این آدم ترسی از اشتباه کردن و عوض کردن نظرش نداشت سرسختی نداشت لجاجت نداشت آماده بود برای امتحان کردن ایده های جدید و متفاوت این خیلی برای من کیفیت برجسته ایه. جوون نبود وقتی به قدرت رسید 73 سالش بود آدمی نبود که کارنامه پاکی داشته باشه فرمان کشتار داده بود گفتم زمان ماو یه بار مائو بود که جلوشو گرفته بود که کمتر بکش خودش هم در قدرت گفتیم چه کار کرد با معترضان ولی آدم عملگرایی بود آدمی بود که میگفت گربه باید موش بگیره سیاه باشه سفید باشه فرقی نمیکنه کار گربه موش گرفتنه مدیر توانایی بود از راوگل بو که زندگی نامش رو نوشته میگه که بیش از هر چیز مدیر منجر با ارزه ای بود ایده های اصلاحی رو خیلی یاد داشتن دنبال تغییر خیلی یا بودن منحصر نبود اینها واقعا به دنگ ولی آدم کننده ای بود آدم اهل عملی بود که آماده بود ایده های جدید رو امتحان کنه سفت نبود روی ایده های خودش این روحیه ای امتحان میکنیم اگه جواب داد جای دیگه هم تکرار میکنیم اگه جواب نداد میذاریم کنار این این واقعا به میرسه کلید موفقیتش بوده و اینکه این, این کار رو با ظرافت میکرد این کار رو قدم به قدم میکرد طوری که توی خود سیستم دو دستگی ایجاد نکنه بلکه بقیه رو هم با خودش همراه بکنه و یه چیز دیگه ای که برای من میمونه از, از این ویدیو درباره دنگ اینه که قدیس نبود گاهی آدم فکر میکنه اونی که مسیر کشتی روبه فنای چین رو تغییر داده لابد یک اصلاحگر پاک دستی بوده چنین و چنان در مورد دنگ شیاوپنگ میدونیم اینطوری نبوده کاری که در چین کرد شبیه کاری که مثلا المان کرد بعد از جنگ ژاپن بعد از جنگ کرد نبود که اینا آمدن سیستم رو باز کردن دموکراتیک کردن اینا اصلا خود دنگ هم نه اونطوری سیاست مدار روشن زمیری بود نه روشن فکری بود نه حتی وقتی به قدرت رسید میگم جوون بود سیاست مدار هفتاد و چند ساله بود که دستش احتمالا به خون هزاران نفر آلوده بود و تازه از اون به بعدم کاری که کرد برای سعادت و آزادی مردم چین نبود برای تضمین بقای نظام کمونیستی چین بود برای حفظ قدرت در دست حزب کمونیست چین بود احتمالا اما هم گوش شنوایی داشت برای اینکه نظرات اقتصاددانهای مختلف رو بشنوه یک دامنه وسیعی از های مهم اون دوره رفتن چین و مشاوره دادن و طرح دادن به چینیا هم میلتون فریدمن رفت هم های مجاری که داشتن این گولاش اکانومیکس اون موقع رو طراحی میکردن اقتصادای ترکیبی درست میکردن هم سوسیالیستای سفتر رفتن هم با رهبران سنگاپور صحبت کرد خیلی میگم گزینه های متفاوتی رو دیدن و بررسی کردن و این باز بودن و دیدن نظرهای مختلف و روحیه آزمایش کردن و تغییر سیاست دادن و دوباره فکر کردن رو داشتن بسیار برای پیشبرد کار کمکشون کرد فارغ از اینکه تو دلشون چی بود انگیزشون چی بود نتیجه کارشون نتیجه سیاست ها و روش فکر کردن دنگ و آماده بودنش برای آزمایش کردن ایده های جدید این شد که ده میلیون چینی از فقر در آمدن و چین افتاد تو مسیری که واقعا به جز معجزه اقتصادی سخته که اسم دیگری براش بذاریم کنجکاوی ما درباره چین همچنان ادامه داره الان چند تا ویدیو داریم اینم بهش اضافه شد باز هم بعدا درباره چین صحبت میکنیم مرسی